بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بینندگان عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. در ادامه صحبت‌های چند روزمون به مسئله خیلی مهمی میرسیم، معنای اله. خود لا اله الا الله وقتی ما میگیم، چون عدم فهم درست کلمه اله سبب شده است که انسان غیر خدا را بخواند، توکل به غیر خدا داشته باشه، معتقد باشه که غیر خدا میتونن در این جهان دخل و تصرفی داشته باشن، میتونن سلطه و قانونی در این جهان داشته باشن، و کلمه اله را با کلمه رب با هم مخلوط کردن. یه لبسی پیش اومده حقیقتاً، و بدین خاطر میگیم که همیشه فهم لا اله الا الله بسیار مهم هست. علم داشتن به لا اله الا الله اصل و اساس هست، و اگر انسان لا اله الا الله را نفهمد و ندونه که چی میگوید، اینجاست که دچار انحراف میشود. و با این که لا اله الا الله میخواد انسان رو آزاد کند از قید و بند خدایان زیادی که انسان به خاطر دوری و عدم فهم برای خودش درست میکند، بار دیگه علی رغم این که این کلمه را تکرار میکند، باز هم در شبکه های یا دام های شرک، خرافات، جهل و تاریکی ها می افتد. کلمه اله وقتی که ما به قاموس زبان عربی نگاه می کنیم، معانی که گفته شده بینین گونه است که اولین قضیه، وقتی که شما یکی ازش چیزی می خواهد، بر چه اساسی ازش این درخواست رو میکنه؟ اول اینکه نیاز خود ماست. یک، نیاز انسان. نیاز داره انسان. دوم، یعنی در همین قضیه اولی، اینه که و هر کس که من میدونم که میتونه نیاز منو برآورده کند، میرم پیشش، ازش تقاضا میکنم، ازش کمک میخواهم، بهش پناه میبرم. پس من نیاز دارم. حالا برای برآورده کردن نیاز خود به کی مراجعه میکنم؟ به کسی که بتونه، توانایی دارد، میتونه منو پناه بدهد. این اولین قضیه هست. قضیه دوم، کسی که الان ما معتقد هستیم که میتونه مشکل منو حل کنه، اینه که یه قدرتی داره، بالاتر هست، در توانش هست، توانایی او بیشتر هست از من که بتونه این کار رو انجام بده. پس هم مکانتش بالاتر هست و هم قدرت و سلطه این که نیروی این که نیاز من را برآورده کند در اختیار دارد. این دوتا توجه شدیم؟ تکرارش کنم. اول اینکه ما ذاتاً نیاز داریم دیگه، همه ما انسان ها نیاز داریم، و برای برآورده کردن نیاز خود به کسی که میدونیم میتونه نیاز من را برآورده کند مراجعه میکنم. دو، کسی که به او مراجعه میکنم مکانت والاتر داره، مکانت والایی داره، و همچنین قدرت این که بتونه نیاز منو برآورده کند دارد، قدرتشو داره، از دید من قدرتشو داره. خب سوم اینه که این شخص،
اون کسی که من به او مراجعه میکنم از دید پنهان هست. شما وقتی که یه مثالی بزنیم، نیازی دارید، نیاز داره ازش یک کاری میخواد، شما اطلاعیه میبینید استخدام کارمند و طبق ضوابط و شروطی گذاشتن خود را شایسته میدونید که وارد این عمل میشید، تقاضا کنید که شما را به عنوان کارمند قبول کنه. خب قبولت میکنن، یه حقوق هم برات قرار میدن. هیچ کس در ذهنش نمی گنجد که الان این فرد اومده صاحب کارش مدیر اداره رو عبادت کرده، چون این قضیه ارتباط داره با قانون اسباب و مسببات، چیزی که در توان انسان هست. دقت کنید، سفسطه و مغالطه‌ای که برای توجیه عبادت من دون الله میکنن همین مثال ها رو میارند. دقت فرمودید حتما که میگن بله میری پیش فلانی، پس این چگونه هست؟ خب این چیزی که در توانش هست، قانون اسباب و مسببات هست. به ذهن کسی خطور نمی کنه که این فرد حالا دیگه شده خدا و این فرد شده معبود، این عابد شده و اون شده معبود. قانون اسباب و مسببات هست، در توانش هست. اما آنچه که در توان انسان نیست و ازش خواسته می شود، اینجاست که میشه معبود. وقتی که ازش میخواهی و در ورای حجاب غیب هست و بدون اینکه تو اونو ببینی به کمکت میشه تابد، خب اینجاست. پس در این کلمه معنای معبود، معنای ستر بودن، پنهان بودن و همچنین ولع و شوق اشتیاقی که خواهد اومد، به اضافه اون رفعت و مکانت، رفعت، علو، قدرت، همه اینها الان در معنای اله ما دیدیم. و همچنین انسان با شور و شوق به طرف کسی که با صد امید میره، به طرف کسی که میدونه نیازشو برآورده میکنه، اطمینان داره، با اشتیاق میرود به طرف کسی که میدونه که نیازشو برآورده میکنه، میتونه اعصابشو راحت کند، او رو از این اضطراب، پریشانی، استرس بیرون بیاره. میتونه در یک جمع‌بندی در معانی کلمه اله اینها را ببینیم. یک، اولا اله یا معبود چه زمانی معبود هست، اله هست؟ یک، نیاز شما را برآورده می کند. برآورده کردن نیاز، این معانی را در نظر داشته باشیم. ببینیم وقتی که ما از یکی غیر خدا میخواییم، آیا این معانی در ذهن ما نیست؟ آیا این معانی به این فرد ندادیم؟ اینجاست که معبود میشود. دیگه نیازی نیست که بگید که مستقلن و غیر مستقل. همین که شما این معانی را در مورد این فردی که او را میخوانید صدق پیدا میکند، بدونید که اونو معبود قرار دادید، این میشه عبادت. و آیات قرآن هم بیانگر همین معناست که انشالله بهش خواهیم پرداخت. یک، نیاز، برآورده کردن نیاز. دو، به پناهندگی میده، آرامش پیدا میکنی. یک، مکانت خاصی داره. همه میگن دیگه، میگن که در نزد خدا مکانت خاصی داره دیگه، درسته؟ یه مکانت خاصی داره. دو،
یه قدرتی داره، یه قدرتی داره که میتونه نیازها رو برآورده کند. بعد از دیدها پنهان هست و انسان به سوی او میشتابد با شور و اشتیاق. موقع سختی ها که شد به سوی او میشتابد با شور و اشتیاق. حالا این معانی را شما نگاه کنید که وقتی میگید که یا فلان، هر چی غیر الله را میخوانید، آیا این معانی در ذهن شما نیست؟ اگه معتقد نیستید که میتونه نیاز منو برآورده کنه، میتونه به من پناه بده، میتونه مشکل منو حل کنه، یه مکانت خاصی داره، قدرت داره، میتونه، الان هم که از دیدها پنهان است، ما نمیبینیم، اون ما را میبیند و با شور و اشتیاق هم میریم به طرفش، آیا این گونه نیست؟ مگر نه اینکه برای رفتن به سوی اینها چقدر اجر و ثواب تراشیده شده؟ خب پس دقت کنید، این معانی کلمه اله در همه این آنچه که غیر خدا خوانده می شود شما دارید می بینید. حالا ببینیم قرآن، وقتی که نگاه می کنیم ببینیم قرآن چگونه برداشت مشرکین رو بیان می کنه از معبود، که این معبود چه صفاتی داره. این صفات سبب شده که وقتی به اینها داده شده از اینها بخواهند، از اینها درخواست کنند، به اینها پناه ببرند. بیایم نگاه کنیم، قرآن می فرماید که در سوره مریم می خونیم واتخذوا من دون الله آلهة لیکونو لهم عزا. غیر از الله یا همراه الله خدایانی گرفتند، آلهه‌ای را گرفتند تا برای اونها عزت باشند، یعنی مصدر عزتی باشند، خدایان به اونها عزت بدهد. و اتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون، تا اینکه خدایان اونها کمک کنند. پس دقت کنید در اینجا اعتقادی که داشتن اینه که اینها به این خدایان پناه می بردند و می گفتند که اینها منبع و مصدر عزت ما هستند، اینها به ما کمک می دهند، ما در پناه اینها هستیم، هر وقت که ما با در امن و امان هستیم، عزن ینصرون یعنی این که در امان هستیم، عزت خواهیم داشت، دور از ترس خواهیم بود، دور از مشکلات و کمبودهای مختلف اقتصادی و اجتماعی و فلان، هرچی این مسائل و مشکلات اجتماعی که هست خواهیم بود. پس آلهه خود را منبع عزت می دونستن، عزت خودشون، بهشون عزت می دهد، کمکشون می کنه، امنیت براشون میاره. آیا این اعتقاد وجود نداره که اینهایی که خوانده میشوند اینها را مگه نمیخواد که امنیت برای شما بره، ترس را از وجود شما دور کنه؟ خب این معنا وجود دارد. آیات دیگر بیانگر این است که دسته دیگر از آیات وقتی که میاد برداشت مشرکین از اله را بیان می کند، بیانگر این است که اینها این خدایان را برای چی می خواندند و چه زمانی می خواندند. یکی در هنگام سختی ها بود، به اونها پناه می آوردند، داد می زدند، یا لات، یا عزا، یا هبل، و این آلهه نه فقط سنگ بود و یا جن بود، بلکه انسانهایی بودن، بلکه انسانهایی هم بودن که خواهیم دید این
آیات که بیانگر این است که اینها انسانها را میخواندن و اینکه این خدایانشون میشنوند، میبینند و میتونن اجابت کنن. بیاید نگاه کنیم به آیات چی میگه. فما اغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء امر ربك. آلهشون، معبوداشون مشکل اونها رو حل نکردن، بی نیازشون نکردن، به دادشون نرسیدن زمانی که امر پروردگارت فرا رسید. پس اینها معتقد بودن که این آلهه میتونن یک کاری انجام بدن. در موقع سختی ها به اینها پناه می بردن دیگه و می فرمان که اولین بعد گفتیم که این خدایان، این آلهه اونها نه فقط پوت و سنگ و جن بود بلکه انسان ها هم بودن. در سوره نحل می خونیم والذین یدعون من دون الله لا یخلقون شیئا و هم یخلقون. کسانی که غیر خدا و یا همراه خدا خوانده می شوند چیزی را نمی آفرینند در حالی که آنها آفریده شده اند. آفریدگار نیستند این خدایان بلکه مخلوق هستند، آفریده شدند. اموات غیر احیا، مردند زنده نیستند. و ما یشعرون ایان یبعثون، نمیدونن که چه زمانی برانگیخته میشوند. یا در سوره اعراف که عباد امثالکم، ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالکم. اونهایی که غیر خدا میخونید، همراه خدا میخونید، بندگانی هستند همانند شما. دقت کنید، عباد امثالکم، بندگانی هستند همانند شما. پس اینها بتو نمیخوندن، انسانهایی را میخوندن. عباد امثالکم، عباد، عبد بنده. به سنگ که دیگه عباد الله گفته نمیشه، عباد امثالکم گفته نمیشه. عباد و امثالکم یعنی انسانهایی، بندگانی همانند خود شما هستند. پس می فرمان که آیات قرآن خیلی واضح هست که این عباد امثال خودتون چرا می خوانید. پس اونها معتقد بودند که این عباد امثال، انسانهایی که همانند خودشون هستند، می تونن به فریاد اونها برسن. من این آیه سوره مبارکه اعراف و اینگونه که اومده میخونم، ان الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم فليستجيبوا لكم ان كنتم صادقين. اونهایی که غیر خدا را میخوانید، دعا میکنید، اونها را میخوانید، به فریاد میطلبید، عباد امثالكم، بندگانی همانند خودتون هستند، مثل شما هستن. پس اونها را بخوانید، داد بزنید تا به فریاد شما بیان اگه راست میگید. نمیتونن. خب و بعد فرمودن که و ما یتبع الذین یدعون من دون الله شرکا، شرکا، کسانی که غیر خدا را میخوانند از شرکا پیروی نمی کنند، چون خدا شریکی نداره. قبلا هم صحبت کردیم، اینها از گمانهایشون پیروی میکنند. به یک خرس همینطوری حرفی میزنند، هیچ دلیل و منطقی در اینجا نیست. پس همیشه این بحث این است که یدعونه، تدعونه، اعتقاد داشتن که میشنوند، میتونن
توانایی بی این که نیاز آنها را برآورده کنند دارند، آنها را می‌خواندند. پس گفتن یا فلان، حالا چه امام باشد، چه نبی باشد، چه فرشته باشد، هر چی باشد، یا فلان گفتنها معناش چیه؟ معناش این است که او را به عنوان اله خود انتخاب کردی، بهش قدرت ما فوق توان بشر داده ایم. خب بعضی وقتها این چیزهایی در بحث دعا مطرح میکنن، متاسفانه بار دیگه یک نوع سفسطه هست، مغالطه هست، فریب دادن مردم هست و توجیه شرک هست. مثلا میگن که وقتی بحث دعای غیر الله میاد، میگه خب پس شما وقتی میرید پیش دکتر برای بیماری، آیا این شرک است؟ یا وقتی که شما از کسی تقاضای یه چیزی میکنید، آیا این شرک است؟ دقت کنید چگونه اینها این قضیه را به سمت و سوی دیگر میبرند. نگاه کنید الان شما وقتی که از کسی که در توانش هست چیزی بخوایی، شما از یک فردی میخواید که این مبلغ بده، این چیزی رو در اختیار شما قرار بدهد، به شما آبی بدهد، یعنی این چیزی که در توان شماست. هیچ کس به این قضیه دعای شرعی نمیگوید که شما میگید خب حالا این اونو خوانده یا رفته پیش طبیب، هیچ وقت کس اینو نمیگه، زیرا که این بر اساس قانون اسباب و مسببات هست و از دایره توان انسان بیرون نمیره. اما وقتی شما از یک فردی که الان در کنار شما حضور نداره، یا یه فردی نشسته اما طبیب نیست، پزشک نیست، ولی در موردش اعتقاد دارید که این میتونه شما را شفا بدهد، میگه که یا فلانی به تو متوسل میشم، از تو میخوام که منو شفا بدی، اینجا میشه دعای من دون الله. کسی که وجود نداره شما ازش بخواهید که آب بده، وجود نداره، در کنار شما نیست، امکان داره وفات یافته، شما ازش تقاضای آب میکنید، تقاضای شفا میکنید، تقاضای رزق و روزی میکنید، اینجاست که دعای من دون الله میشود. چرا؟ چون شما بهش یک صفات دیگه دادید، بهش میگید که میتونه، قدرت داره، توانایی داره، همون معانی که گفتیم، میتونه نیاز تو را برآورده کنه، میتونه به تو پناه بدهد، قدرت داره، توانایی دارد و با شور و اشتیاق از او میخواهی. خب اینجاست که این میشه دعا، این میشه دعا. اما اگر انسان اعتقاد نداشته باشه به این قضیه، خب گفتیم که اگر در توان خودش باشه هیچ اشکال نداره. خب به دسته سوم از آیات ما بپردازیم، میبینیم که در این دسته از آیات که بیانگر این است که مشرکین معتقد نبودند که الوهیت در بین اینها توضیح شده، هر کدام بر قسمتی از جهان تسلط دارند و هر کدام یک کاری انجام میدهند و بالای سر آنها یک خدا نیست، بلکه کاملا معتقد بودند که این آلهه زیر دست یک خدای بزرگ هستند و اینها واسطه هایی هستند، اما این واسطه ها در نزد خدا یک مکانتی دارند، منزلتی دارند، حرفشون شنیده می شود،
بر خدا، بر این اله بزرگ تأثیر میذارن و معتقد بودن که اینها میتونند به وسیله اینها میتونند به وسیله این خدایان میتونند به نیازهاشون برسن، چون اینها این خدایان بر خدا تأثیر میذارند، چون مکانتی دارن، تأثیرگذار هستند. دقت کنید الان تأثیر این اعتقاد، شما همیشه اینها کسانی که میگن که ای کسی که در نزد خدا تو وجیه هستی، اشفع لنا عند الله، معناش چیه؟ این وجیه یعنی بر خدا میتونه تأثیر بذاره. اگه وجاهتی داره، مکانت داره، مال خودش هست، خدا بهش داده، اما این نیست که او بیاد و تأثیر بر خدا بذاره. شما ازش بخواهید که از خدا بخواهد، یعنی که بر خدا تأثیر میگذارد. این میشه عبادت. پس و زمانی که شما کسی را شفیع قرار میدید، شافع خودتون قرار میدید، بعد او را میخوانید، ازش کمک میخواهید، با احترام و تعظیم ازش یاد میکنی، بعد قربات و نذور نذر میکنی براش، قربه های متفاوت براش داری، این میشه اله دیگه. این آیات نگاه کنین چی میگه. میفرمان که ولقد اهلکنا ما حولکم من القرى وصرفنا الآیات لعلهم يرجعون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة. چرا آن خدایانی که اونها را قربانا آلهه، آلهه‌ای که اونها را به خدا نزدیک میکنه، چرا به کمک اونها نشتافتن زمانی که امر خدا فرا رسید؟ آن میگه ما سرزمین ها و شهرهایی که بعد از این که براشون پیامبران رو فرستادیم ایمان نیاوردن هلاک کردیم. میگه حالا چرا این خدایانی که اونها را وجیه عند الله میدونستن، واسطه شون با خدا میدونستن، شفیع عند الله میدونستن، چرا به فریاد اونها نرسیدن؟ فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة. قربان یعنی اونها را نزدیک میکند، مقرب درگاه خداشون میکنه. میگه چرا اینها نیومدن این کار را انجام بدن؟ چرا این خدایانی که این اعتقاد داشتن نتونستن به فریادشون برسن؟ پس اعتقاد داره که قربان اونها را نزدیک میکنن به خدا، اینها مقربان درگاه خدا هستن. میگه پس اگر مقربان درگاه خدا بودن و بر خدا تأثیر میگذاشتن، پس چرا اینها نتونستن کاری کنن؟ فلولا نصرهم، چرا خدا به اونها کمک نکردن؟ چرا این کسانی که خوانده میشون روز و شب از امام و امامزاده و خواستار برطرف شدن نیازها، مصیبتها، کروناها، فلان فلان هستن، چرا به فریاد نمیرسن؟ اگه این قدرت رو دارن، این توانایی رو دارن و این منزلت رو در درگاه خدا دارن و میتونن بر خدا تأثیر بذارن، پس چرا اینها به فریاد مردم نمیرسن؟ فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة. پس قربان اعتقاد داشتن. بعد میفرمان که در سوره زمر میخونیم والذين اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. کسانی که غیر از خدا اولیایی را گرفتن، اونها را به عنوان ولی خود، یعنی نزدیک خود و دوست خود، کسی که بهش نزدیک هست، انتخاب کردن که میتونن به فریادشون برسن، میتونن کمکشون کنن، چی میگن؟ میگه اعتقادشون چیه؟ ما نعبدهم، ما اونها رو نمیپرستیم مگر برای چی؟ لیقربونا الالله زلفا، ما را به خدا نزدیک کنند. الان مگه غیر از این گفته میشود؟ وقتی که غیر خدایی خوانده میشه، میرن پیش ذریحش، قبرش، یا از راه دور گفته میشود، بر چه اساس اینو میگه؟ بر چه اساس این کار را انجام میدهد؟ مگر نه این که میگه میخواد ما را به خدا نزدیک کنم؟ تمام حجتاشون همین از دیگه، همه همینو میگن که ما را به خدا نزدیک کند.
اینها در درگاه خدا مکانت و منزلت دارن، وجیه هستند، میخوان ما را به خدا نزدیک کنند. یعنی اون استدلالی که مشرکین داشتن و چیزی که خدا بعد این کار اونها را عبادت نامیده همین هست. ما نعبدهم الا لیقربونا الى الله زلفا، قرب، ما را نزدیک کنند به خدا. یعنی خودشون به خدا نزدیک هستن، حالا میخواییم که ما را هم به خدا نزدیک کنند. اینها واسطه های ما هستند، ما از اینها میخواییم. پس اعتقاد این که کسی مقرب درگاه خداست و اون میتونه تأثیر بذاره بر خدا، میتونه نیاز انسانو برآورده کنه، این میشه اله، این میشه عبادت، این اعتقاد، یعنی این فرد شده خدا، این شده معبود. دقت کنید بینندگان عزیز، یعنی عدم فهم این کلمه خیلی مشکل هست. و یا در سوره یونس میخونیم که ویعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، شفعاؤنا عند الله. دقت کنید، غیر الله میپرستن، آنچه که نه نفعی میرسونه نه ضرری بهشون میرسونه، به دستشون نیست، چیزی ندارن. بعد چی میگن؟ برای چی این کارو انجام میدن؟ این عبادت رو انجام میدن؟ چرا خدا از این کارشون به عنوان عبادت یاد کرده؟ میگن که هؤلاء شفعاؤنا عند الله، اینها شفیعان ما در نزد خدا هستند، شفاعتگران ما در نزد خدا هستند. کی میتونه شفاعتگر بشه؟ چه کسی میتونه شفاعتگر بشه؟ کسی که یعنی در درگاه مکانتی داره، حرفش شنیده میشه، اعتبار داره حرفش، این میشه شفیع دیگه، شفعاؤنا. پس این که اعتقاد داره که کسی در درگاه خدا مقرب هست، میتونه اونو به خدا نزدیک کند و بر خدا تأثیر میذاره، این میشه چی؟ عبادت. و یعبدون، قرآن خیلی واضح شفاف در این قضیه صحبت میکنه، چون قضیه توحید هست، بندگی برای الله هست دیگه. خدا نمیاد در لفافه این قضیه را مطرح کنه، نمیاد به صورت خیلی خلاصه بدون اینکه تفصیل بده، خیلی واضح، برعکس واضح روشن. این اعتقاداتی که بشر دوچارش شده در طول تاریخ بیان میکنند تا اینکه ما دیگه درس بگیریم، ما هم دوچار این اشتباه نشویم. و یعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم و یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، میگن اینها شفعای ما در نزد خدا هستند. خب پس این دسته از آیات هم دیدیم که وقتی که کسی اعتقادی داشته باشه در مورد اینکه این مقرب درگاه خداست، بعد اونو میخوند، برای یک سری اعمال انجام میده، احترامش میذاره و همچنین برایش یک سری نظر و نزور و قربات و طاعات و عباداتی داره، اینجاست که این میشه رب. خب به گروه دیگر از آیات بپردازیم که میفرمایند که در این گروه از آیات که مشرکین از خدایان خودشون میترسیدن که مبادا این خدایان بر اونها خشم و غضب بگیرن و اونها را از لطف و عنایتشون محروم کنن، که در این صورت بیماری ها و قحطی ها، کمبود ها و مصیبت های دیگه، بیماری های دیگه در جامعه دیده خواهد شد. اعتقاد این که خدایانشون اگر ازشون راضی نشدند، این خدایان چیکار میکنن؟
باعث ناراحت میشن. ناراحت که شدن چی؟ تموم شد دیگه. در سوره انعام میخونیم دیگه ابراهیم علیه السلام به قوم خودشون چی میگوین؟ ولا اخاف ما تشركون به الا ان يشاء ربي شيئا وكيف اخاف ما اشركتم ولا تخافون انكم اشركتم من دون الله ما لم ينزل به سلطانا به عليكم سلطانا. میگه من از اون چیزی که شما شریک قرار میدید نمیترسم، من از اون چیزی که خدا بخواهد میترسم. مشیت مشیت خداست، اون من از اون میترسم، اما اون خدایان که من ازشون نمیترسم. چیزی نیست، چیزی به دست ندارن. یک سنگ هست و یک انسانی که مرده است، مرده بوده در زندگی خودش، خب دچار چه مشکلاتی که نمیشده، با چه کمبودهایی که مواجه نمیشده، خودش نیاز به دیگران داشته، حالا من چطور ازش بترسم؟ من تنها از خدا میترسم. و یا وقتی که قوم هود هست فکر کنم که بهش گفتن که اونها رو دعوت داد به وحدانیت الله، چی گفتن؟ گفتن که این نقول الا اعتراک بعض آلهتنا بسوء. این حرفایی که تو میزنی ما میگیم که احتمال این که خدایان ما به تو نظر بد دارند. بله، سلام علیکم. سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بفرمایید. بفرمایید. من فکر کنم که بحثمون یه بحث علمی باشه، میتونیم به واقعیت قضیه برسیم. این که تعریف عبادت چیه؟ این که واقع اما اهل بیت رو در حد و در مرتبه خداوند متعال میدونیم یا نه؟ این که ما میخوایم اونا رو عبادت و پرستش کنیم یا نه؟ واقعا از طرف شیعه مبانی شیعه کاملا مشخصه. پیامبر داشت صحیح بخاری روایتی هست، میفرماید من مات و هو یدعو من دون الله ندن دخل النار. ند میدونید که چیه؟ یعنی هر کی خدا اهل بیت و دیگران رو در عرض و در مرتبه خداوند متعال بدونه این کفره، این شرکه. اصلا شما میتونی شرک رو تعریف کنی؟ بفرمایید شما صحبت شما رو بفرمایید شما صحبت کنید. من ادعام اینه و در مقام عملم شیعه اینطوریه. من نمیدونم شما میخواید واقعا در چسب کفر و شرک رو به بدنی شیعه بچسبونید. من میگم ما شیعه به هیچ وجه اهل بیت رو در عرض خداوند متعال نمیداند، اهل بیت رو نمیپرستد. بله اگه کسی اهل بیت رو در عرض خدا دونست و اونا رو مؤثر مستقل دونست در نظام هستی، قطعا کافر، قطعا مشرکه. یه سوال میتونم داشته باشم؟ من چه غرضیه شما؟ بله بله شما همیشه میدونم دیگه شما حالا بله بفرمایید. یعنی میتونید یک آیه بیارید که خداوند میفرمایند که مشرکین قریش و یا کفار معتقد بودند که این آلهشون در عرض خدا هستند و همان کاری که خدا میکنن اینها انجام میدن، در خلقت و در رزق و در تدبیر امور و در احیا و اماته. آیا یک آیه ما از قرآن میتونیم ارائه کنیم برای اثبات این قضیه که اگه کسی معتقد باشه که در عرض خدا قرارش بدی اینجاست که میشه شرک، اینجا میشه عبادت، میتونید یک آیه ای از قرآن بیارید که این اعتقاد مشرکین بوده؟ جناب آیه حسینی، در آیه سوم سوره زمر که فرمود ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، اینجا تعبد رو نفی میکنه یا تقرب رو. یعنی خدا میگه باید تعبد نداشته باشید یا تقرب. میگه مشرکین چی میگفتن؟ میگفتن ما اینها رو عبادت نمیکنیم مگر برای چی؟
یعنی ما عبادت میکنیم که ما را به خدا نزدیک کنن، یعنی اینکه شما وقتی که از اینها، وقتی که این مشرکین از این خدایان میخواستند، خداوند این کارشون رو به عنوان عبادت معرفی میکنه و میگفتن که ما این کار رو که انجام میدیم فقط برای نزدیک شدن به خداست، یعنی اینکه در درگاه خدا وجیه هستند. در وقت شما ما نعبدهم، این عبادت، وقتی من صحبت کردم گفتم عبادت، اجازه بده نه تا من صحبتم اجازه میدید کاملش کنم. ما نعبدهم، اجازه بده، ما نعبدهم خب یه فعل منفیه، ما نعبدهم یعنی نمیپرستیم الا استثناء اومده، استثناء بعد نفی مفید اثباته، یعنی اینا میگفتن ما اونا رو میپرستیم، ما نعبدهم الا، نمیپرستیم مگر به خاطر، یعنی اونا رو میپرستیم. پس اینجا تعبد و عبادت شکلی گرفته. درسته. و اینجا میخواد میگه که اصل عبادتشون برای چی بوده؟ اصل عبادت برای چی بوده؟ نه اصلا کلا قیاس نیست، من اینجا قیاس نمی کنم. من از اینجا چون من این کمی دور میگیرم. کار شیعه رو، بحث توسل رو مقایسه میکنید با کار بت‌پرستا. مثلا توسل بحثش جداست و استغاثه. عبادت اینجا بله. استغاثه با بحث توسل، استغاثه با توسل فرق میکنه، استغاثه عبادت هست. حالا بحثمون اینجا وارد نمیشیم. همین که من الان معانی اله را گفتم، یه دقیقه. اجازه بده. بله بله. درست. ابن تیمیه اشتباه کرده، خلیفه دوم اشتباه کرده، خب حالا اجازه بدید. بلال ابن حارث به عنوان صحابه رسول الله اشتباه کرده. خب حالا اجازه میدید صحبت کنیم یا اینکه میخواد خودتون ادامه بدید و من در نهایت مجبور بشم که پایین بذارم. نیا کنید بحث ما الان استغاثه و توسل نیست. من میشنوم همین استغاثه بلال. بله. نه یه دقیقه، اصلا بحث ما این نیست، بحث ما این نیست. اصلا جا این حدیث درست هم نیست. نه بحث ما الان اجازه بده. شما اجازه میدید میسید حاضر نیستید. نه که من صداتون ناچاران قطع کردم. شما صحبت نکنید، به خودتون فشار ندید. شما حاضر نیستید گوش کنید. بحث ما معنای کلمه اله هست. جناب آقا شما وقتی که میگید یا حضرت رضا، برای چی میگید حضرت رضا؟ برای چی؟ چرا میگی حضرت رضا؟ چه ویژگی داره حضرت رضا که شما میگید یا حضرت رضا؟ چه ویژگی داره؟ آقا بینندگان عزیز دقت کنید، مگه وقتی من میگم که یا الله، چه ویژگی الله داره که من میگم یا الله؟ و یا وقتی که این دوست عزیزم میگه که یا حضرت رضا، یا حضرت علی، یا حسین، چه ویژگی داره حضرت حسین رضی الله عنه که میان میگن که یا حسین؟ چی ویژگی داره؟ دقت کنید، ما در این معانی کلمه اله که گفتیم، شما هیچگاه مشرکین در هیچ جای قرآن نگفتن که این خدایان ما همانند خدا هستن، در عرض خدا هستن. میگفتن این کارهایی که ما انجام میدیم که خدا از آنها به عنوان عبادت یاد کرده، همین یا لات و عزا و هبل، یا رضا گفتن، یا حسین یا علی گفتن، خدا میفرماند که این کاری که انجام میدادند به خاطر چی بود؟ اینو میگن که ما انجام میدادیم به خاطر به خدا نزدیکیمون کنه، یعنی اینکه اینها در درگاه خدا قدرت دارن، تأثیر میذارن بر خدا. همون اعتقاد هست، فرق نمیکنه. با کلمات دارید بازی میکنید، خودتون فریب میدید. هیچ جای قرآن نفرموده که مشرکین اعتقاد داشتن که اینها در عرض خدا هستن. از کجا اینو درست کردید؟ یا بحث استقلالیت رو مطرح میکنید؟ در کجای قرآن اومده که اینها معتقد بودن که این خدایان مستقل هستن؟ این شما دارید درست کردید، به خودتون فریب میدید، عبادت من دون الله میکنید، خودتون فریب میدید. این معانی کلمه اله هست. شما برید در زبان عربی بخونید معانی کلمه اله چیه. اله به چه کسی گفته میشود؟ اله چه صفاتی داره؟ چه ویژگی‌هایی داره؟ بله، حالا بفرمایید شما صحبتتون بکنید اگه شما هستید. بله؟ آره، چرا بابا سید؟ دقیقاً من مشکلم در همین کلمه الهه. استغاثه بلال بن حارث کو جواب نه. شما گوش کنید. الان شما بار رفتید تو بحث استغاثه.
شما روی خط نیستید، صداتون شنیده نمیشه، بیایید تو. اصلا این حدیث ضعیف هست، این حدیث از بیخ اصلا خیلی از علما بحث دارن روش و بعدم قبلا هم صحبت کردیم. استغاثه کردن به هیچ عنوان به غیر الله درست نیست، هیچ کس انجام نمیده. بینندگان عزیز، ما در بحث حدیث وقتی وارد میشیم دو چیز داریم، یکی سند داریم، یکی متن داریم. صحیح بودن سند دلالت بر صحیح بودن متن نمیدهد. این متن، این حدیث که اومده، اگر به فرض قبول کنیم که سندش درست هست، با اینکه در بین علما صحبت تند و قوی هست در مورد صحتش و یا ضعفش، دو از نظر سندی کلا مشکل، از نظر متنی مشکل داره. استغاثه به غیر خدا درست نیست. اگه سند درست باشه شرط نیست که متن درست باشه. هیچ وقت، همیشه این قاعده است، محدثین میگن که صحت سند دلالت بر صحت متن نمیدهد. متنش هم وقتی که مخالف با قرآن باشه یعنی هیچی، اون سندش درست باشه. اگه شما این همه روایتای درست کردید، از نظر خودتون سندش درسته، اما متنش نگاه کن، وقتی میگه که امام عالم الغیب و شهاده است، تصرف در جهان هستی داره، هنوز بر امام وحی نازل میشود، منقطع نیست، وحی منقطع نشده، خب ما میدونیم که این کلا با قرآن تناقض داره. سندش هم از نظر خودتون درست باشه، بیاد به ارزش کنید متنشو بر قرآن، متنشو ارزش کن بر قرآن. این متن چون با قرآن تناقض داره به هیچ عنوان قابل قبول نیست که بیان یکی بره سر قبر پیامبر، این روایت‌های دروغین، با این نمیشه اثبات عقیده کرد. کرده باشه یک فردی هم اصلا کارش درست نیست، درست نیست اصلا. حتی اونجا هم چی میگه؟ میگه برو به عمر بگو نماز بخونید اون روایت تا خدا به شما باران بدهد. نگفت که خلاص من بهتون میدم، گفت از خدا بخواهید. میگه تو خوابش اومد گفت این کار رو انجام بده. اصلا کار این عربی درست نیست، یک کار غلط است. با کار یک عربی شما میخواید عقیده رو ثابت کنید، قرآن رو رها میکنید، میچسبید به کار عربی. کسی که هیچ چیزی نداره مجبور به این چیزها متوسل بشه دیگه، به کار عربی. میگه عربی اومد این کار رو انجام داد. آقا چرا عربی؟ میگه ما قرآن واضح و آشکار داره میگه در زمان رسول الله هم کسی این کار انجام میداد و بعدش احادیث صحیح داره میگه وقتی که دچار قحطی میشدن حضرت عمر حضرت عباس میخواست که دعا کن، نماز بخونیم تو دعا کن. این روایت صحیح است، این روایت صحیح است. هیچ وقت نمیرفت سر قبر پیامبر که از پیامبر بخواهن، یا برن سر قبر پیامبر اونجا عباس دعا کند، این کار هم انجام نمیدادن. این عقیده این گونه گرفته می شود، نه با یک روایت ضعیف که سندش هم مشکل داره، متنش هم خلاف قرآن هست، متنش هم با واقع و حقیقت زندگی اصحاب تناقض داره. به این روایت هم الان بحثمون اله هست. آقا شما چرا، من سوال این است که الان اگه صدای منو میشنوید، سوال من این است که شما چرا میگید یا حضرت رضا و چرا میگیم یا الله؟ یا الله گفتن و بعد شما حضرت رضا رو در عرض خدا قرار میدید، میگید یا رضا یا علی، چرا میگید؟ اینو بفرمایید شما، که بحث ما این هست. بله بفرمایید. قطع شدن. بله سلام علیکم. صدا که کامل هست. خب پس دقت کنید، دادن شرط نیست که شما بگید که در عرض خدا هست، هیچ جای قرآن نیومده که در عرض خدا هست. قبلا هم گفتم تمام این دوستان یک اعتقادشون بر اساس یقین نیست، بر اساس علم نیست، تمام اعتقاداتشون بر اساس شک و شبهه هست. این یتبعون الا الظن و این هم الا یخرسون، این چیزی که قرآن می‌فرماید. بله ما صداشونو نداریم. خب تماس گرفتن دیگه، دقت کنید، یک دلیل واضح آشکار، بیانه نیست، علم نیست، سلطان نیست، هیچ دلیلی در این مورد نیست. قرآن همیشه فرمودن
معقول هست که قرآن پیامبر رو بفرسته برای اعتقاد باطل کردن اعتقادات مشرکین، بعد بیاد جاشو بذارن حضرت رضا، حضرت علی، حضرت حسن، حضرت حسین، یا بذارن جاش رسول الله، یا بذارن جاش عبدالقادر، یا جاش بذارن حضرت ابوبکر، یا حضرت عمر، یا کسان دیگر؟ یعنی چی کار کرده پس؟ برای چی پیامبر فرستاده؟ آیات صریح قرآن داره میگه آقا هر کس یقین داشته باشید که من دون الله میخواند دلیل نداره. این یتبعون الا الظن، همش از گمان پیروی میکنند. یک دلیل باشد. دقت کنید، ازشون بخواه طول عمرشون اگه تونستن همشون با هم جمع بشن نمیتونن یک دلیل بیاورن. تمام علماشون از مراجع تقلید بگیر، آیت الله ها بگیرید تا باقیشون، اگه تونستن یک دلیل بیارن، دلیل صریح از قرآن، واضح قرآن فرموده که این یتبعون الا الظن، همشون جمع بشن نمیتونن بیارن یک دلیل صریح. همتون با هم جمع بشید یک دلیل صریح بیارید، یک دلیل صریح از قرآن بیارید. قرآن داره میفرماید ام لکم کتاب فیه تدرسون، قرآن کتابی دارید درش میخونید؟ کتاب دیگه غیر از قرآن هست که شما درش میخونید؟ خدا نازل کرده که در اون کتاب اینو گفته؟ پس بیاریدشون. قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين. کتابی غیر از قرآن و تورات بیارید که بهتر از این دوتاست، که از سوی خدا نازل شده باشه، تا از اون پیروی کنن. یک دلیل بیارید دیگه. الان سوال من این است، من میگم یا الله، شما میگید یا حسین، چه فرق؟ برای چی من میگم الله، شما چرا میگید یا حسین؟ برای چی میگید یا حسین؟ چه فرقی است بین این دوتا؟ از دید شما اینو جواب بدید. یا الله با یا حسین چه فرق میکنه؟ مگر نه اینکه من معتقد هستم که الله، اول که من نیاز دارم، الله میتونه نیاز منو برآورده کند، میتونه منو پناهندگی کنه، پناهندگی بده، میتونه ذکر او، یاد او سبب آرامش من بشود، مکانت والایی داره، قدرت دارد، میتونه که سمیع هست، بصیر هست، قدیر هست، علیم هست، میتونه و میدونه که نیاز منو برآورده کنه و از دید من پنهان هست و من هم با شور و اشتیاق، با علاقه به سوی اون میروم. قدرت داره، میتونه. حالا بیاد، آیا همین معانی شما در مورد حضرت حسین نمیگید؟ خب قرآن داره میگه که این شما قربان ان آلهه گرفتید. ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله، ما را به خدا نزدیک کنن. علت عبادتشون رو میگن. شما چرا میگید یا حسین؟ برای اینکه تو را به خدا نزدیک کنه. اون چرا میگفت که یا لات، یا عزا، یا هبل؟ برای چی میگفت؟ میگفت که میخواد ما را به خدا نزدیک کنه. فرق نکرد، الله فقط باید پرستیده بشود. این معنای اله است. خب گفتیم که هم اعتقادی هم که داشتن که اگر این آلهه ازشون ناراحت شدن، ناراحتشون کردن، خب این آلهه سبب میشن که خشم و غضبشون زندگی رو بر انسان تنگ کنند، آرامش از انسان بگیرند. همینطور که گفتن که ان نقول الا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. دقت کنید، میگفتن که ما میگیم که بعضی از آلهمون تا را به حساب دچار مشکل کردن، به تو آسیبی رسوندن. این اعتقادشون بود دیگه. این نقول الا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. خب این سرگذشت حضرت هود هست علیه السلام، که وقتی دعوتشون داد به وحدانیت الله، دقت کنید وقتی ما میخونیم آیه 50 هست از سوره مبارکه خود سوره هود که سرگذشت شروع میشه، و الى عاد اخاهم هودا قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره. الله را برسید معبود دیگری نیست،
دقت کن، اله ما لکم من الهین، اله الهی دیگه شما ندارید، اله این انتم الا مفتن، شما افترا میبندید، دروغ میگید و این اعتقاداتی که شما دارید دروغ هست، افترا هست. ما کسی تکفیر نمی کنیم، ما میگیم آقا این اعتقادات درست نیست، خلاف قرآن هست، این اعتقادات توحیدی نیست، شرک هست. معناش نیست بگیم که آقا شما مشرک هستید. هر کسی این اعتقاد داشته باشه فرق نمی کنه، یک اعتقاد نادرستی است، حالا شیعه باشه سنی باشه، این ملاک نیست. خب بفرمایید. بله سلام. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بخیر هستم از ایران. بفرمایید. آقای حسینی سلام. و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید. آقای حسینی، این فرق الله با اله که شما میگید همچین آدمای خری مثل تو رو درست کرده که مردم بگه و تو بخندن، فهمیدی؟ اینقدر دست بال هم نده، اون آقا دست سوال میکرد چرا قطع کردی؟ جواب چه بده اونا؟ اینم ادبیاتتون بیشتر از این نیست که. خب به رسول الله صلی الله علیه و سلم هم همینو میگفتن دیگه، وقتی عقل و منطق و حجت نیست. خب وقتی که شما با منطق صحبت نمی کنید، بحث اینه، داری میرید من از قرآن دارم براش میگم یه روایت ضعیفی که نادرست هست داره استدلال میکنه، میخواد چی بهش بگم؟ حاضر نیست که گوش هم کنه. وقتی گوش نمیکنه، حاضر نیست قبول کنه، خب کسی صحبتش رو قطع میکنه. موضوع ما خیلی واضح و مشخص هست. حالا من که این فوشی که شما بدید، بدی که بدید، ما که اینا رو به جون خریدیم، مشکلی نیست. بله بفرمایید. بفرمایید. بله، خب هود علیه السلام وقتی قومشو دعوت داد به توحید، به وحدانیت الله، که اعبد الله، تنها الله رو پرستید، ما لکم من اله غیره، هیچ معبود دیگری نیست، الله رو پرستید که ما لکم من اله غیره. این دوستمون الان ببین که خداوند داره صحبت میکنه، این صحبت خداست که الله با اله داره میگه که الله اسم ذات معبود ماست و اله یعنی معبود، هر معبودی باشه. میگید لا اله الا الله، شما در هر اذانی، هر نمازی همیشه میگید که لا اله الا الله، هیچ معبودی نیست جز الله. بعد میگه که من از شما اجری نمیخوام، اجر من بر کسی است که من آفریده، توبه کنید، بازگردید به سوی خدا، خدا به شما بهتر از این خواهد داد. بعد گفتن که ای هود، ما جئتنا ببینه، برای ما بینه اینا نآوردی. خب این صحبتی که دقت کنید، وقتی که حاضر نیستند عقل منطق رو قبول کنن، همیشه میخوان به معجزات بچسبن. شما الان دقت کنید، بین قوم هود که الان صحبت ماست، با این صحبتی که این دوستمون داشتن در مورد اون اعرابی که میاد سر قبر، معجزه یعنی دیگه، این استغاثه و این معجزه برمانی معجزه است دیگه، یعنی عقل و منطق سرشون نمیشه، عقلشون در چشمشون هست که فقط اگه چیزی ببینن و اونم نمیخوان قبول کنن، حاضر نیستن. قبلش فرمودن به اونها، گفته افلا تعقلون، شما چرا فکر نمی کنید؟ چرا انسان های عاقلی نمیخواد عاقل باشید؟ گفتن نه، ما یک بیانیه میخوایم، یه معجزه میخوایم، ما هم خدایانمونو به خاطر حرف تو رها نمی کنیم، ما به تو ایمان نداریم. و ما نحن بتاریکی آلهتنا عن قولک، آلهتنا معبودهامون، این نقول الا اعتراک بعض آلهتنا بسوء، معتقد هستیم که بعضی از خدایانمون، بعضی هاشون نه همشون، اگه همشون خود دیگه با تو مخالفت میکردن که دیگه از بین میرفتی، به تو آسیبی رسوندن، دیوونه شدی، خدایانمون نظر بدی به تو داشتن. خب این قصه هایی که درست میکنن میسازن برای این
زریها، گنبدهایی که ساختند و خب بعد جواب حضرت هود علیه السلام هم مشخص است. پس اعتقاد داشتن که این خدایان میتونن یک کارهای انجام بدن، اگه کسی نافرمانی اونها کرد اینها با او اینو برخورد میکنن. آقا دقت کنید، هیچ جا در قرآن نمیگوید که اینها در عرض خدا هستن. یک دلیل از قرآن بیارید که اینها در عرض خدا هستن، یک دلیل از قرآن بیارید که اینها مستقل از خدا اعتقاد داشتن. نیست. این اعتقادی که شما در مورد عبادت من دون الله دارید به عبادت باطلی است، بر اساس هیچ دلیل از علم و منطق نیست. دلیل از علم نداره، از قرآن نیست. دلیل بیارید، خواهش میکنم دلیل بیارید. برو قرآن بخون. این عقیده خودتو میخوای ثابت کنی که در عرض خداست، از قرآن بیار دلیلشو بیار که آیا این اعتقاد داشتن. خب وقت ما تموم شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.